رحمان افتا امروز همیشه کار کرد که باید ملت را به زانو شناند تا اینکه از او اطاعت کند. باور کنید این رحمانوف کارهای تا امروز برای این ملت و بر سر این ملت انجام داد که هیچ اجنبی و هیچ متجاوزی که بالای ما چه از مغول و چه از اقوام دیگری که بر ما مسلط و حاکم شدند، چه از روس ها، چه از هر کسی که بود، آنها کم تر هم باشد یک یعنی حالت بر خود می دیدند و عدالت را تا جای رعایت می کردند تا جای، اما رحمانوف تا هیچ جای عدالت را رعایت نکرده است. همان مغول و همان روس تا جای عدالت را رعایت کرد. این گپ را من مکرر و با تکرار میگویم تا اینکه بفهمید که رحمانوف هیچ عدالت را در کشور ما عملی و یعنی جایگزینی آن چیزی که بر حاکمیت خودش هست، یعنی در چوکات اون قانون یا مقننه رعایت نکرده است. برای چی؟ به خاطر اینکه میداند که اون منتخب مردم نیست، میداند که او را مردم دوست نمیدارند، و این خاطر است که کوز لیچنست عکساشو ده همه جا زدن، تو باید رنگ برژنوف باشی، تو باید رنگ لنین باشی، تو باید رنگ استالین باشی، انا همین خیلی باید باشه، انا برای همین باید عکسای شما ده همه توالت ده حاجت خانه و در تمام جاها باید باشه که مردم ببینن. دیروز چنونه که شاهد بودید، یعنی که معلم را میپرسم که وقتی کودک کتاب را میگیرد در دستش، اولین چیزی که در اون کتاب میبیند چی را میبیند؟ عکس رحمانوف کثیف را میبیند. کتاب را کودک باز میکند و در اون کتاب چی را میبیند؟ یعنی که عکس قهرمانی تاجیکستان، عکس یعنی که امام علی رحمانوف را، در حالی که پدرش مهاجر کرده است، برادرش مشکلات مهاجر کرده است، باباش پنسیه نداده است، بیبیش پنسیه نداده است، تو باید مرده همی را نگه کنی که نمی آدم نمی خیلی پلیده، کثیفه، نمی خیلی قاتله، نمی خیلی شیطانه، یکی تو باید عکس هم را در کتاب ببینی، نگاش کنی و بفهمی که نمی لعنت کرده الله، نمی خیلی ما را ظلم کرده. فرض مادران پدران با کودکاشون باید باموزن که انا می نفره که در اولین صفحه کتاب نبینی، ای فرزندم، ای دخترم، ای پسرم، بدان که قاتل ترین فرد و شخصی که تمام مصیبت ها را بالای ما آورده است انا همین بود. چنانه که پدرمان، چنانه که بابامون ما را وقتی که در دوره سیاسی کتاب میکشدیم میگفتن همین لنین است، انا همین افرادی هستند که یعنی که ما و ملت ما را زیر یوغ و سپار خودش قرار داده است و در همون روحیه وطن دوستی و ملت پروری ما را تربیت نمودند. باید مادر و پدر تاجیک وقتی کتاب را باز میکنه میگه بچم در پیش هیچ کس نگو، فقط خودت بفهم، یک سیر بین من و تو همین خراب بدون بچم که انا میام مادر رحمان رو یگان قهرمان نیست، یک قاتل است و این تاجیکش است و این پدرت را مواجه کرده است، این برادر تا پرابلم کرده است، تقوا تا پرابلم کرده است، عمک تا پرابلم کرده است، مشکلات کرده است، بر دینی تو پرابلم دارد، بر مقدسات تو پدر و مادر تو زیدی همین است، یکی بچم دخترم اینا بدون پیش خودت باشه، ده بارم کودک بگو همون چیز در سر همون کودک نقش میبنده. از این که اون معلمه ها میگن سخن پدر و مادر برای اون کودک مهمترین چیز و مهمترین یعنی که چیز درسی است که از پدر و مادرش یاد میگیرم. کتاب تو آورده پیشش در پیشت کشد بگو بچم دخترم این همین عکس میبینی رحمانوف هست، این مالی رحمانوف، این یک قاتل است، این یک تاجیکش است، این پرزیدنت غیر قانونی است، این یکان خیلی قهرمان نیست، این بازوری خوش عکس یاد ایجا مونده است، فقط همین سیر بین ایمان داته همین را خودت بفهم تمام. ده بار پونزه بار همون کودک تمی گفت بگو انشاءالله که همون در سرش نقش میبنده و میداند که یعنی که چی گپ است و بدان که آینده نجات فرزند آینده امکان دارد از دست یعنی کودک است. ما زنده ایم، مرده ایم، مبارزه ایم و چقدر طول میکشد، اما بدان که نسل نورسه باید ما از خانواده ما تربیه کنیم و باید براشون با آموزیم که انم این عکسی که تو دیده استوده ای یک کی است؟ یک شخصی است که اون دشمنی ملت، اون یعنی که در همه کتاب های مکتبی که خونیش یعنی که زبان ادبیات، همه کتاب هایی که از مکتب سر می شود در اونها در اولین صحیفه کتاب عکس امام علی رحمانوف همچون قهرمان ها گذاشته شده است و به خاطر اینکه او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است عکسش باید در اول گذاشته شود. یعنی از همه قهرمان ها اول عکس امام علی رحمانوف در درون گندم و در درون در پیش کدو در پیش چی در اگر آثارخانه ها باشه، ولی در همه کتاب ها در اولین یعنی که صحیفه کتاب رحمانوف در صحیفه های کتاب گذاشته شده است. فرزندتون همین آموزه، این چیزی نیست که یعنی که من شما را یکان گپی گفته باشم که اون غلط باشد یا اینکه به معنا نباشد یا اینکه این چیز آینده در پسیخیکه کودک تأثیری بد داشته باشد، این تأثیری نیک دارد تون که اون کودک تو میداند که آینده دشمنی او از پدر و مادرش، یعنی که دشمن کی را میدانیست پدر و مادرم، انا همون چیز در سر او کودک نقش میبندد و حتما اون کار خودش انجام میدهد. محمد فاتح از خردیش قبل از اینکه استانبول را فتح کنه
قسطنطینیه، یعنی که پدرش میبردش هر روز و میگفتش او انا اونجا را باید تو فتح کنی، انا اونجا باید که فتح شود. یعنی این در معنای سر کودک جو گرفته بود. یعنی این چیزی نیست که من از خوردیم چیزی که برای من یاد دادن، یعنی که بچه‌م بخون، من باید بخونم، زبان عربی را یاد بگیرم، من باید دین ما بآموزم، من باید عقیده ما بدانم، من باید همین دشمن آموختن هم یکی از اصول اصل عقیده است که دشمن را باید با فرزندمون بآموزیم. انا همین پیربوز بالای احمقی که میبینید، انا همین به ایمان، انا همین دشمن این ملت است و پرزیدنت غیر قانونی این دولت و این ملت ما است. نسل نورس کودکای ما باید 10 بار 15 بار 20 بار و اون سیر میانی خودت میانی فرزندت قرار بده. ما یه سیر خطیت میگم هیچ کس نفهمه بچم، نگوی گپ دای جو یکی خودت بفهم. همه اگر پدر مادر فرزنداشون همین خیلی کنند، وقتی 10 نفر بود در مکتب دای جو شیدن یکی یک تجلی اپنود کار بگه که همین خویی نه او دیگریش اگر ای مادرش نویدگی باشه همین گپا فکری اون با فکری کودک تغییر میگیره. از همون مکتب اون تربیتی که میگیرد از پدر مادر اون تاثیرش خیلی بجا است، اون تاثیرش خیلی مهم است، اون تاثیرش خیلی باسازا است. اینا فراموش نکند، هر یک پدر مادر باید به فرزندش دشمن شناسی و خائن شناساندن آغاز کند. و این چیزی نیست که شما خودتون رحمان و فدوس بدوره دو دوست نمیدوره، پس فرزنداتون را نصیحت کنید به همین روحیه تا اینکه اونها در همین روحیه دشمن شناسی و خائن شناسی عادت کنند و بدانند که رحمان فی کسیفه که عکسش در همه جا هست، در کتاب های آنها هم هست، یک خائن، یک دشمن، یک وطن فروش، یک قاتل ملت، یک شخصی که برای این ملت جز زیان و ضرر و بدبختی چیزی دیگری نآورده است. این اولین تاکیدی که برای پدر و مادران جوان، برای پدر و مادران که امکان تربیت فرزندشون ندارند، اما این سر میان خودتان و فرزندتان یعنی قرار بدهید تا اینکه اون عملی گردد. و این باید همیشه و همیشه میان فرزندتان گوشزد کنید تا اینکه خائنه از خردیش بشناسد. این اولین قدم است به خاطر انقلاب، به خاطر تغییرات، به خاطر اینکه اون کودک هم بداند که چی گپ است. فردا یک گپ شد کودک تو آگاه باشد که این ملت بر علیه یک خائن قیام کرده است. امکان دارد در هنگام انقلاب یک نسل نورس و کودک کار انجام میدهد که تمام بزرگان از انجام اون کار عاجزند. اما آگاه کنید فرزندتان، آگاه کنید، آگاه کنید، آگاه کنید. این اولین مسئله بود که من برای شما در این برنامه باید گوشزد کنم تا اینکه دیگر فرزندان غلام و برده ما تربیت نکنیم و هر فرزندی که از ما و شما به وایه میرسد و بزرگ میشود اون در روحیه وطن دوستی، ملت دوستی، خدمت به وطن، صداقت به وطن و اون چیزی که بابا و پدری این ملت انجام داده است، فرزند ما، نبره ما، نسل آینده ما بتانند که در اون روحیه کلام شوند و بزرگ شوند. و امیدوارم که هر پدر و مادر از اون چی که گفتم یک تجربه میگذرانید و میدانید که دشمن شناسانی باید که از یعنی که سینفای ابتدایی از آغاز باید شروع شود، از حتی کودکستان دیتسد. خوب،